سلام بچه‌ها، خوش اومدین به ویدیو جدید. یه شروع متفاوت ساکن و ملو داریم براتون، چون میخوایم یه سری داستانا براتون تعریف کنیم. اینم اگر خودمون رو نسوزونیم البته. میخوام یه سر گرمم بشیم، یه ذرم فضا رومانتیک بشه. قصه از اینجا شروع شد که ما یه شرکتی داشتیم با زهرا، دو نفری، 10 تا کارمند و این حرفایی 14 یک سال و نیمی داشتیم فعالیت میکردیم. یه خونه خوب توی تهران اجاره کرده بودیم، ولی بعد از یک سال و نیم این شرکت یه جورایی با شکست مواجه شد، از لحاظ مالی با شکست مواجه شد، با شرکامون به اختلاف خوردیم و یهو تعطیل شد همه چی. یعنی یه جورایی تنها منبع درآمد ما یهو قیچی شد و قطع شد. این یعنی این که ما یهو به صفر رسیدیم و ما خونمون از خودمون نبود، اجاره بود و مجبور بودیم که من نمیدونم چرا این کنده ها نمیگیره همش، من باید با آتیش رو بزنم. خیسته شاید خیسته خوبی الان. من کلی رفتیم گشتیم این بر اون بر توی تهران، مناطق پایین‌تر، بالاتر، چپ، راست. یعنی وضعیتی بود که من وقتی توی دیوار سرچ میکردم چیزی که میآورد، مثلا خونه ما اون موقع مثلا 85 متر بود فکر کنم، چیزی که برامون می آورد این بود که یه خونه، نه بعضن می آورد مثلا یه اتاق از یه خونه دانشجوی طوری. دیدیم که اصلا نمیتونیم توی تهران با پولی که داشتیم، تهمونده پسندازی که داشتیم، خونه اجاره کنیم. بعد اصلا از لحاظ روحی هم این که حالا بخوام یه منطقه خیلی پایین تر بریم خب خیلی اذیتمون میکرد، خب خیلی حس بدی داشت. به خاطر همین تصمیم گرفتیم که اصلا یه مدت، چون که از لحاظ روحی آسیب دیده بودیم خیلی زیاد، ترجیح دادیم که اصلا از شهر خارجیم، بریم یه جایی که شاید یه مدتی فامیلامون رو نبینیم تا یه ذره خودمون رو جمع جور کنیم، بعد دوباره برگردیم. خلاصه این که وقت اومدیم یه سر شمال، یه سر آره واقعا گفتیم آقا بریم شانسمون رو تو شمال ایران امتحان کنیم و اومدیم توی شمال و دیدیم که مثلا با اون بودجه‌ای که داریم اوکی میتونیم یه چیزی مناسب، یه خونه‌ای که متراژش کم نباشه و محیطش جذاب باشه برامون اجاره کنیم. و اینجوری بود که ما بند و بساتو بار زدیم و اومدیم شمال که توی شمال زندگی کنیم. خلاصه این که میخواییم ببریمتون اون خونه رو بهتون نشون بدیم، جاهایی که میرفتیم، مدت که اینجا زندگی میکردیم و بهتون نشون بدیم، یه یادی از خاطرات بکنیم و آخرش هم بهتون قول داده بودیم تو ویدیو قبلی که امروز باید بریم استخر رو نمیشه پیچون. قول دادیم بهتون، پس صبح میبینیمتون. سلام بچه ها، به کانال ما شاید خوش اومدید. ما امروز تو جنگل خوشگل زیبای هستیم و لایک هم میکنین. خب آقا صبح شد و ما اومدیم که شروع کنیم و اون جاهایی که بهتون قول دادیم و خاطره داریم ازش رو میخوایم بهتون نشون بدیم. اول از همه اومدیم جنگل کشپل. خیلی اسمش جالبه، من هی اشتباه میکنم با نمیگم پشکه. آقا این جنگل خیلی جنگل هیجان انگیز و باحالیه. الان میریم توش بهتون نشون میدیم. یه دلیل خیلی مهم داشت اینجا زیاد اومدن ما که میخوام برم اونجا که رسیدیم بهتون نشون بدم که چرا ما همش زیاد میومدیم. آره چرا ما با جنگل خاطره داریم، چرا ما انقدر زیاد، آره چرا انقدر خاطره داریم و زیاد میومدیم جنگل. ببینیم جلوتر داخل جنگل و بهتون نشون بدم. خیلی باحاله، اصلا یه عشقی داره. Thank you.
خیلی آره آقا دیدین خیلی این جنگل های شمال واقعا عالیه. اسمش شبیه خودشه، همچین راحت میگه مثل طرف سرش مثل گاو انداخت رفت این ور. این واقعا اول این بوده، بعد اون ضرب المثل طبیعتا بوده. با این چقدر بانمکه با زشته بچه در بدن جان مادر در ببن چقدر زشته چقدر خوبه. چرا پوستش این مدلیه؟ آره. ببینم انگار لاغر کرده پوستش چیز شده شده کفتگاه یا نژادش اینجوریه کیا میدونه؟ آقا نگاه کنیم آره فکر کنم بیچاره لاغره مثلا لاغر کرده. یکی از چالش های ما وقتی میومدیم اینجا همین بود، اینجا یه عالمه سگ ولگرد یا سگ محلی داره و چهره زهرا رو ببینیم پشت دوربین داره همینجوری میترسه و خیلی سختش بود، همیشه همش میترسید از این سگا. آقا اینجا یه چهره بازی داره که ما امیرعلی رو میآوردیم اینجا بازی میکرد. امیرصدر خیلی کوچولو بود. آره خیلی امیرصدر یه سالش بود. بریم چهره بازی و پارک اینجا نشون بهتون بدم. بعد اون نکته اساسی اینجا فقط خاطره نداره برای ما، خیلی جالبه، انگار که فضا حس داره برام، یاد اون روزا اون چالش هایی که داشتیم خیلی باحاله. قشنگ وقتی اومدم اینجا احساس کردم که دوباره یاد اون روزا افتادم، خیلی برام جالب بود. خب بیاییم بریم بچه های ذره بازی کنم. آره شهر بازی کوچولو داره، بریم از جلو بگیریم. یه پارک هم داشت که اینجا میومدیم بازی میکنم. آره اصلا تو شهر پارک نبود نه؟ خب اینجا پارک دیگه، اینجا پارک شهر بود. می آوردیمش اینجا. امیرعلی یادت هست حالا؟ من فقط اون ترامپولین رو فقط یادم. اینجا قصر بادی بود که الان بادش خالیه. باب سفنجی هم اینجا شیشه نداشت، یه خورده اینجا عوض شده، شیک پیک شده. آقا این خاطرات ما پر از حسای خوب و حسای یه جوری هست. مثلا یه حس یه جوریش این بود که ما اینجا تنها بودیم دیگه، خانواده هامون نبودن و شبا که حوصله‌مون سر می‌رفت یا تو روز که مثلا حالا شب که هوا تاریک بود سخت بود، مهمونی نبود دور همین اینا. چرا الان واقعا کرونا هم نبود، خسته میشیم مثلا میگیم یه سر بریم خونه مامانامون. آره اون موقع کرونا هم نبود که بگیم آقا مثلا دور باشیم از هم به خاطر کرونا و این حرفا. ما می اومدیم اینجاها مثلا عصرا اومدیم اینجا وقتمون رو پر می‌کردیم، سعی می‌کردیم که زر خوش بگذرونیم دیگه، به خصوص به بچه‌ها و به خاطر همین اینجا برای اونجا اما یه جوری تنها تفریحمون بود دیگه. یه چیزی بگم آقا، زندگی همیشه به ما ثابت کرده که یه روند ثابت نیست، چه زمانی که بالا باشی چه زمانی که پایین باشی، یعنی هر آن ممکنه که متزلزل بشی. پس ما یاد گرفتیم که قدر امروزمون رو بدونیم، حال امروزمون رو ببریم و ایشالله که خدا فردارم به خیر بکنه. ولی واقعا از اون به بعد یه کمی دیدمون نسبت به زندگی عوض شد، چون ما تقریبا چند دفعه ورشکست شدیم؟ ما دو دفعه زندگیمون رو از صفر شروع کردیم. من استوری از رفتم بالا من یادم رفته بود اونجا اون تورساشو گیر بود گلوش گلوش گیری شدی؟ نه بابا باشه ما فرض میکنیم که گله. بریم لبه چشمه؟ بریم. وضعیت ما این بود دقیقا، دقیقا خواستم همین رو تون بگم که ما دو تا دبه بزرگ داشتیم. ما دو تا دبه خریده بودیم شیکار دو تا دبه خریده بودیم و اینجا توی جنگل یه چشمه هست که می اومدیم از این چشمه آب پر میکردیم برای مصرف خوراکیمون. خیلی هیجان انگیز جالب بود. بیا بریم چشمه رو ببینیم. چشمه ما خیلی با کلاسه ها، چشمه شیر گذاشتن. آدم وقتی میگه چشمه یاد یه حفره میفته که از دل کوه در اومده با این حرفا، ولی خب اینجا رو یه ذره مکانیزش کردن چون مردم واقعا میان استفاده میکنن دیگه. نگاه کن تو رو خیلی نه آه تو شیر
حالت استخره. آها این استخره خیلی باسخ هست، یعنی درسته سختی هایی داشت ولی خب جالب بود اینا خودش. من میخوام تو ماه رمضون کمتر از خوراکی و این حرفا بذاریم، ولی خب دیگه اینو گفتم حیفه اینجا یه چیزایی معرفی کنیم دیگه. آقا جنگل کشپل چمستان اومدین، این آشدوغش واقعا خوشمزه بود. آره بس دیگه، حالا میخوام بریم خونمونو بهتون نشون بدیم که ما یک سال کجا زندگی میکردیم. رسیدیم به خیابون اصلی. آماده ای؟ بپیچه. خونه ما تو کشاورز بودا. الان یادم افتاد اسمش خیابون کشاورز. اینجایی که ما بودیم دسترسی به سوپر رو این حرفاش واقعا پیاده نمیشد. یعنی مثلا میخواستیم بیایم سوپرمارکت. البته برای افرادی که خسته بودن پیاده نمیشد. نه بابا راه زیاده. یه خیابون. اینجا سوپر اینجا بود، خونه ما اونجا. الان میریم خونه رو میبینیم. خب اونجا زهرا رو پیادهش میکنیم. بی خود ببینیم چنده. خیرم من پیاده نمیشم. دیره میخواییم برگردیم تهران، به ترافیک میخوریم. آره فقط هم به خاطر اینجا دیره. افطاری دعوتیم. راهی نیست که یه قدم دیگه بیا. همینه کشاورز 21. یه ما که اینجا نیستیم، آدرسش رو حفظ کنیم. آره آقا اون موقعی که ما اومدیم اینجا هیچ کدوم از این ویلاها نبود. خب اینا جدید ساخته. کوچه رسما خالی بود. این یه مورد. یه مورد دیگه راستی این ورش هم چیز بودا. پوشونده. این ورم نرده داشت. آره دیگه خب این ویلا این ورش هم نبود اصلا. اینا در حال ساخت بود و خرابه بود. آقا ما این خونه رو یکی از دلایل مهمی که انتخابش کردیم یکی این بود که حیاط خیلی بزرگی داشت، حیاطش خوب بود. دو اینکه تراس داشت. تراس نمیدونم خیلی جا. از همون موقع به تراس علاقه مند بودیم ما. تراسش خیلی جا. یعنی الان اگه خونه رو داشتیم به چالش تراس مشتی میتونستیم بریم. نظرت بریم پسش بگیریم. حالا مال ما نبود که، اجاره کرده بودیم. یعنی با پول این خونه که اینجا اجاره کردیم ما تو تهران نهایتا میتونستیم یه خونه مثلا 50-60 متری بدون آسانسور اجاره کنیم. اینا بوته های تمش بود که امیرعلی عاشقش بود. یعنی بهش گفتیم میخوایم بریم خونه قبلیمون که قبلنا میومدیم، میگفت آه اونجا که تمشک داشت. تمشکاش خیلی ها اینجوری دیگه. الان یکی از ساخته ها نهید بیرون بگه اینا چرا قدرم فیلم میگیرم چرا خونه ما دارم. خیلی باحال بود، با صفا بود، خوشحال. آقا من یه چیزی بهتون میگم، بذار من یه خاطری تعریف کنم. آقا بیا اینجا دم در خونه. یه روز خواهر من اومده به خونه ما مهمونی، بعد اینا برش صبح زود مثلا ما خوابیم یواشکی بس وسایلشون رو بستن و رفتن. خب حالا خانم آقایی که شما باشین، من یه فهمیدم که اینا دارن میرن. آقا بدو بدو لباس پوشیدم، یعنی نمیدونید چجوری این پله ها اومدم پایین. بعد دیدم یعنی در حیات بسته شد تا من اومدم پایین. در رو که بستم من دویدم دنبالشون. ببین تا اینجا دویدم هی زود جیغ داد وایسا وایسا. خواهرم منو ندید و رفت. حالا رفت و چه اتفاقی افتاد؟ در خونه پشت سر من بسته شد. نصف شب تقریبا، هوا تاریک بود دیگه، ولی خب صبح بود مثلا 4 صبح. مثلا بعد نماز صبح رفت. آره و ما یه نفر داریم تو خانوادمون فوق العاده خوشخواب. خوشخواب. یعنی یه خوابی داره که بره به اون خواب دیگه با بمبم نمیتونی بیدارش کنی. خلاصه یه ساعتی فکر کنم پشت در بودم دیگه، هرچی در دیوار. یه سگ داشت یه همسایه بغلی اومده و نشسته بودیم دوتایی با هم دیگه همینجوری خوشحال. خلاصه که حواستون باشه که
در پشت سرتون بسته نشه. در بسته نشه، کلید بیارید. کسی هم خواست بره نرید دنبالش دیگه، خواست بره دیگه. خداحافظ. بای خداحافظ و خوشحالش کنید. خب آقا الوعد وفا، بریم به سمت استخر. آقا ما خیلی وقت بهتون قول استخر رو دادیم، یعنی خودمونم دیگه خیلی هوایی استخر شده بودیم. امیدوارم که بتونیم یه ولاگ استخر رو باحال بگیریم. بریم ببینیم شرایط چه جوریه. بزنید بریم. حال میده؟ سلام بابا. سلام بابا. خیلی حال میده؟ خب الوعده وفا، ما بالاخره اومدیم استخر، ولی خیلی شرایط فیلم گرفتن نبود دیگه. گفته هم یه کوچولو یه فیلم بگیریم، چون که اینجا ویلای عموی زهراست و خیلی شرایطش نبود که بخوایم یه ویدیو کامل بگیریم. همینجوری یه کوچولو براتون گرفتیم که از عریضه خالی نباشه. بودین. آقا ما داریم برمیگردیم تهران، ولی یه چیزای خفنی براتون داریم که نگم براتون. پس لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره تا یه ویدیوی دیگه. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. بریم بس صورتتو ببینم. برو بستنی. من آقا. خیلی صورتت قشنگه.